دادستان تهران گفته با کسانی که امنیت روانی جامعه رو برهم میزنن برخورد میشه. امنیت روانی جامعه رو ارزشی هایی که بر تبل جنگ میکوبند برهم میزنن یا کسانی که دارن از جنگ و حکومت میگن؟ درود بر شما. یک اصطلاح فارسی من یادم در فضاهای ادبیاتی ما زیاد میشیدیم به اسم یک بامد و هوا. الان دقیقا این سوالی که شما فرمودین من رو یاد همین تاکتیک یک بامد و هوایی که حالا موقع ما به عنوان ضرب المثل میگفتیم میندازه. از سوی الله اکبر رو هلهله میشنویم از وابستگان حکومت گرفته تا حالا خود حتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی بابت موشک پرانی به اسرائیل ذوق و امید برای اینکه مردم بیگناهی در اونجا حداقل کشته شده باشن اگر نه آسیب دیده باشن. از سوی دیگر هم هشتگی رو رواج میدن که جنگ مثلا قرار کشور رو به نابودی بکشونه. ببینید جمهوری اسلامی حسابش نه تنها برای ما مردم بلکه الان حتی در سیاست بین الملل به خصوص بعد از حالا این خیزش های اخیر از سال 96 به بعد به خصوص خیلی من فکر میکنم به خاطر وجود فضاهای مجازی این قضیه فعال شد. از جمهوری اسلامی این حساب جداست. یعنی نه تنها ما میدونیم که دشمن مشترک برای مثال ما و یک کشوری مثل اسرائیل جمهوری اسلامی هست بلکه الان برای دنیا هم دیگه تقریبا یک امر واضح و مبرهن شده. بنابراین آنچه که جمهوری اسلامی رو داره سعی میکنه با این پروپاگاندا به قولی به غالب کنه به فضای فکری ایران همینطور که من میدیدم اشاره هم میکردی در نطفه خفه میشه. مردم معتقدن که اگر جمهوری اسلامی بخواد در ایران بمونه از هر نظر که نگاه کنیم به مثابه یک جنگ اتفاقا بسیار ویرانگر آثار مخرب بیشتری رو به جا میگذاره به خاطر سوء مدیریتشون از هر زاویه‌ای که نگاه کنید از راهنمای رانندگی بگیرید تا جاده سازی بگیرید تا ساختن خانه‌هایی که در هر صورت من فکر می‌کنم راجع به وضعیت امنیتشون متخصصین بارها و بارها هشدار دادن با وضعیت سلامت به خاطر آلودگی‌های پارازیتی و آلودگی‌های هوا و من فکر می‌کنم شاید یک لیست هزاران هزار نکته‌ای از آنچه که جمهوری اسلامی بر سر ما میاره. مضرات این حکومت به بیشتر از هر جنگیه که سبب از بین رفتن این حکومت بشه و دقیقا اگر بخوایم در نظر بگیریم شاید همین بحثه که فضای سیاسی ایران رو برای یک کشوری مانند اسرائیل بسیار پیچیده میکنه چون ضمن اینکه به هر حال اونها دشمن مسلم خودشون رو خب همیشه تحت کنترل و تحت نظارت دارن میبینن ضمن اینکه این دشمنی برای اونها عیان هست مردم هم این اعلام رو به اونها میکنن که ما هم با جمهوری اسلامی مشکل داریم ما هم مانند شما همینطور در این اداوت مداوم به سر میبریم و در نهایت شاید یکی از مشکلاتی که اسرائیل باش مواجه اینه که چطور جمهوری اسلامی رو مورد هدف و حمله قرار بده بدون اینکه مردمی که دست دوستی به کشوری که حتی ما باش مرز مشترک نداشتیم هرگز به صورت تاریخی باش مشکل نداشتیم آسیبی برسه. فکر میکنم این بحث جدا شدن ایران از جمهوری اسلامی مهمترین بحثیه که اینجا وجود داره و در نهایت به خاطر همین هست که حتی کاربران هم دوم لایه این تله نمیدن چون میدونن این جنگ افروزی ها داخل حکومت شروع شده و در نهایت هم بایستید به هر حال در نظر گرفته باشن زمانی که این موشک اندازی ها و این جنگ افروزی ها رو میکنن که میتونه برگشتی داشته باشه. بنابراین تمام این گفتمان یک گفتمان باطل و دروغین هست که خب میتونید که محلی از اعراب نداره. خب برگردیم به خود موضوع فضای مجازی که در ایران هست. اساساً رسماً فیلتر هست اما در همین فضا در مورد سالگرد مهسا نباید حرف بزنی پستایی که در مورد مرگ کارگران معدن هست رو مجبور میکنن که پاک کنی در مورد اسرائیل نباید حرف زد در مورد جنگ هم نباید حرف زد حکومت بعد تو مجامع بین‌المللی ادعای آزادی بیان هم میکنه این همه بگیر و ببندی که در فضای مجازی به راه انداخته و هر روز هم داره بیشتر میکنه آیا فکر میکنی تأثیر خواهد داشت؟ تأثیری نداره. ببینید آزادی مفهومی هست که در ذات و نهاد انسانه. در کشور آلمان اگر یک فردی محکومی سعی کنه از زندان فرار کنه براش جرم انگاشته نمیشه چون معتقدن این چیزی که از نهاد انسان برمیاد. اگر شما آزادی رو بشناسید و اگر تجربه کرده باشیدش برای مثال آزادی بیان رو نمیتونید به عقب برگردید و بگید من فراموش میکنم که حالا بایستی آزادی بیان داشته باشم. اما چرا جمهوری اسلامی این کارو میکنه؟ چرا در این مورد این سختگیری های عجیب و احمقانه رو نشون میده؟ این برمیگرده به این ذات توتالیتر. قبلا راجع به این فکر میکنم بارها شنیدیم که جمهوری اسلامی یک دیکتاتوری ساده نیست. دیکتاتوری های ساده اصلا میتونن حتی اصلاح هم بشن یعنی پتانسیل در اونها هست اما دیکتاتوری توتالیتر به شدت غیر نرماله.
و یک هدفی فرای هدف نرمال یک حکومت معمولی مثلا دموکرات داره. از جمله این موارد اینه که بتونه در واقع این اتحاد بین افراد جامعه یا هر چیزی که اونا رو به هم وصل میکنه رو قطع کنه. برای مثال اگر به خاطر بیارید از زمانی که چیزی به نام هشتگ وارد فضاهای مجازی شد، جمهوری اسلامی دونه بدون شروع کرد تمام پلتفرمایی که هشتگ رو داشتن تا جایی که امکان داشت به بند کنه، بلاک کنه و نذاره مردم به اونا دسترسی پیدا کنن. یا فضاهای مجازی خود حامیانش خودم ببخشید قطعتون میکنم، ولی خود حامیانش تو همین فضای مجازی تلاش میکنن هشتگ‌های به نفع خودشون را بندازن. دقیقاً، برای اینکه میدونه عمل کرده این هشتگ‌ها میتونه چقدر قوی باشه و برای پروپاگاندا سازی در گفتمان‌هایی که خودش میخواد گفتمان غالب باشه از اونها استفاده میکنه. دقیقاً همین اتفاق میفته در فضاهای مجازی وقتی که مردم، برای مثال من دیدم الان از این هشتگ آره جنگ خیلی ترسناک گزارشی تهیه کردید که گزارش بسیار جالبی بود. در این گزارش واقعیت‌های جامعه رو افراد عادی جامعه در نهایت کاربرهای عادی جامعه اومدن و گزارش دادن. این واقعیت‌ها شما می‌بینید که چقدر راحت این دیسکورس یا این گفتمان حکومت بر میگرده به سمتی که میتونه علیه اون خود حکومت استفاده بشه. این اون خطری هست که در نهایت یک در واقع یک حکومت نامشروع رو تهدید میکنه. برای اینکه چیزی که اینها میخوان اینکه شما این ارتباط رو نگیرید، این همدلی به وجود نیاد و در واقع این توازن قوا هرگز به هم نخوره، حکومت در بالا و مردم همیشه در موضع پایین و ضعف، چیزی پایین تر از یک شهروند عادی، اصطلاحا همون فرادسازی یا همون اتمیزه کردنی که ما همیشه ازش صحبت میکنیم و میگیم که اتفاقا باید خیلی مواظب باشیم که اتفاق نیفته. برای همینه که تاکید روی گفتمان ملی‌گرایی بسیار مهمه، چون ایران و مفهوم ایرانی ما رو در کنار هم قرار میگیره. به خاطر همینه که تاکید بر این که ما به جز هم کسی رو نداریم و وقتی هم که همدیگر رو داریم اتفاقا به چیزی احتیاج نداریم، یک مفهوم بسیار کمک کننده است در مبارزات حتی سیاسی و اجتماعی ما، چون دقیقاً این خلاف اون چیزی است که جمهوری اسلامی داره سعی میکنه به جامعه قبول کنه. و دیدیم که اتفاقا در انقلاب زن زندگی آزادی اون اتحاد چه ولوله و چه ترسی در دل اینها انداخت و همین نگرانی ها بود که سعی کردند در نهایت این انشقاق رو در گروه های مختلف سیاسی ایجاد کنن، چون میدونین همون ناحیه ایه که اگر بخوان آسیبی بخورن قطعا از همین خواهد بود و بنابراین طبیعیه که سعی میکنن با اتمیزه کردن حتی چهره های سیاسی از این قضیه جلوگیری کنن.